بینندگان عزیز و ارجمند برنامه تو خدمتتون عرض بکنم که حتما هم مستحضر هستید که اخباری در رسانه های ایران طی هفته های گذشته بازتاب داشت. این حضور زنان در ورزشگاه های ایران، حالا در رشته هایی که میتونن حضور داشته باشن به زعم وزارت ورزش و حالا اهالی ورزش و اون ارگان های امنیتی و نظامی که دخیل هستن در این قضیه، آقای عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزیر ورزش اعلام کردش که موافقت شورای امنیت کشور که در رأسش آقای رحمانی فضلی وزیر کشورم هست گرفته شده و در برخی رشته ها مثل والیبال و بسکتبال، این رشته هایی که زنان میتونن حضور داشته باشن، این اجازه گرفته شده و قطعی هست. اما بلافاصله بابک دینپرست رئیس روابط عمومی و سخنگوی وزارت کشور تکذیب کرد این قضیه رو. شهیندخت ملاوردی معاون زنان ریاست جمهوری اعلام کرد و در صفحه فیسبوکش هم گذاشتش که این تصمیم قطعی شده. اما همین اخبار و این حواشی و شایعه هایی که دامن زده به این قضیه ما رو به این باداش که بحث و بررسی کنیم این قضیه. قضیه بسیار مهمی هم هست در ورزش و 50% که جمعیت ایران زنان تشکیل میدن بالاخره از حق طبیعیشون باید استفاده کنن و راه پیدا کنن به سالن‌ها و ورزشگاه های کشور. به همین منظور دو تا مهمان گرامی در برنامه داریم، تونیا ولی‌اغلی دیگه نامی آشنا در ورزش و کارشناس ورزش و خانم دریا صفایی که از امروز ما خدمتشون از ما افتخار میزبانیشون رو داریم، فعال زنان و مسائل زنان که در بازیران سوئد هم واقعا کارستان کردن، اون کمپینی که برگزار کردن در ورزشگاه فرند استکهلم و واقعا در دنیا خیلی بازتاب داشت. خانم ولی‌اغلی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خانم صفایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. بسیار خوشحال هستیم در خدمتتون هستیم و آغاز بکنیم برنامه رو به عنوان که حالا خانم صفایی امروز ما برای نخستین بار در خدمتشون هستیم و برای اولین بار در برنامه تو حضور دارم، خواستم که تبریک از بوم خیر مقدم میگم حضورشون. خانم صفایی من از استکهلم شروع میکنم، جایی که در بازی ایران و سوئد اون کمپینی که شما داشتید واقعا هم عالی بود. ما گزارشش هم پخش کردیم، آقای رفعت زحمت کشید من گزارشو فرستادم امام تقدیم موضوع بیانو کردیم. خواستم از شما بپرسم که این داستان تایید و تکذیب و شایعه و این مسائل چی هستش که الان در دولت ایران به یک بحران تبدیل شده؟ بله، با درود به شما و بینندگان عزیزتون و مهمون عزیز برنامه‌تون. بله، خب حقیقتاً این اواخر خبرهای ضد و نقیض زیاد بود، ولی خب از همون ابتدا مشخص بود که این مسائل در حال این آیین‌نامه‌ها در حال تصویبه، چون در نهایت با تمام تلاش هایی که بانوان در داخل و خارج کشور کردن حقیقتا راهی برای جمهوری اسلامی نمونده بود به جز اینکه حذف بشه از میزبانی، مگر اینکه بانوان رو راهکارهایی تهیه کنه که بانوان بتونن به داخل ورزشگاه بیان. خب همون روز اول که این رو گفتند که در حقیقت تصویب شده یک سری راهکارهایی، بلافاصله خود وزارت کشور این رو تکذیب میکنه. طبیعتا من تصور من اینه که از شادمانی که بانوان پس از این زحمتهایی که کشیدن فکر میکنن که بالاخره زحمتاشون بی ثمر نبونده. اینا چیزاییه که اینا ازش هراس دارن. در حقیقت دلیل این همه تایید و تکذیب هم در حقیقت اینه که ما فکر نکنیم مبارزات مدنی ما بالاخره به سرانجامی رسیده و اینه که اینا میترسن ازش. دقیقا، بسیار ممنونم خانم ولی‌اغلی. خب ما تو اواخر سال 93 هم که با شما صحبت کردیم اون بحث نامه بود که فعالان مدنی و حقوق زنان امضا کردن به سبلاتر و خیلی هم باستادش آقای بلاتر هم اعلام کرد که راهی به جز ورود زنان به ورزشگاه ها نیست. تو همین نامه‌ای که آقای عبدالحمید احمدی ازش اسم می‌بره که یه سری ورزش‌ها رو زنان میتونن حضور داشته باشن، گفته ورزش‌هایی که زنان بتونن حضور داشته باشن مردانه نباشه و بازم توش یه سری بنده و تبصره‌ها اومده. از شما خواستم بپرسم مگه حضور زنان در یه سری ورزش‌هایی که حالا مردانه باشن مگه اشکال ایجاد می‌کنه؟ در دنیا زنان در همه ورزش‌ها میتونن حضور داشته باشن، نظر شما چیه؟
با درود به شما و بینندگان گرامی و همینطور مهمون برنامه‌تون خانم دکتر دریا صفایی. بله، همونطور که شما اشاره کردین، این چیزی که مسئولین رژیم جمهوری اسلامی، چه وزارت کشور و امنیت کشور و چه وزارت ورزش، صحبتایی که دارن مطرح میکنن از آیین نامه دارن صحبت میکنن. ببینین، آیین نامه باز خودش نحوه انجام و در واقع نحوه حضور زنان رو میخواد داشته باشه، میخواد شرط و شروط بذاره، یعنی باز هم چارچوب داره اینها. چطور که در 10 روز گذشته وقتی که اولین بار صحبت کردن که این مسئله تصویب شده و به شورای امنیت رفته، مطرح کردن که این بخش هم خیلی باز جالب بود، مطرح کردن که بعضی از رشته‌های ورزشی رو خود مردم دوست ندارن، خانواده ها دوست ندارن در اونجا حاضر باشن. خب اولین سوال برای ما به عنوان مردم عادی، به عنوان شهروندی که در کشور ایران زندگی میکنه، باید این پیش بیاد که شما کی همه پرسی صورت گرفت، از انجام دادید، کی از مردم پرسیدید که امروز دارین مطرح میکنین. ولی از اون طرف هم باز میبینیم که وزیر کشور وقتی صحبت میکنه، تو صحبت 2 روز قبلشون، یعنی توی میزگرد مطبوعاتی که داشتن، نشست مطبوعاتی که داشتن، در اونجا مطرح کردن که مسئله ورود زنان به استادیوم ورزشی تبدیل به شکل حقوقی شده. ببینید، این مسئله حقوقی همونطور که دریا جان اشاره کردن، مسئله فعالیت شهروند ها هستش، که شهروند هستش که فعالیت مدنی میکنه و امروز اینا هیچ راه حل دیگه ای به غیر از این ندارن. اگر بخوان در مجامع بین المللی باشن، باید به حداقل مقررات بین المللی گردن بدن و این مسئله حق شهروندیه. ولی باز میبینیم که این تبصره هایی که دارن میذارن و آیین نامه و حتی وقتی مطرح میکنن که نحوه برگزاری، در اینجا میشه خب تحلیل کرد، میشه حتی یه مقدار ذهن بافی کرد که ببینیم که اینها چه فرم هایی رو میخوان پیاده بکنن. به طور مشخص همونطور که خودتونم صحبت کردین و در صحبت‌های خود اینا اشاره شده بود، بعضی از رشته‌های ورزشی از دید اینها رشته‌های مردانه هستش و زنان اجازه حضور ندارن. خب به طور مشخص رشته ورزش شنا هستش که مطرح کرده بودن، و بعد ورزش‌های سنگین که از دید اینها ورزش‌های خشن است، از جمله بوکس و وزنه‌برداری و کشتی، یعنی چیزی که با اینکه این رشته‌ها به صورت رسمی حتی در المپیک، کشتی و وزنه‌برداری در المپیک هم رشته زنانه هستش و راه پیدا کرده، ولی جمهوری اسلامی باز می‌خواد اینجا مطرح بکنه که این رشته‌ها زنانه نیستن و به تیتر زدن و به اصطلاح عنوان کردن اینکه این رشته ها مردانه هستن، میخواد باز پای زنها رو به اونجا قطع بکنه. این یک بخشه. یک بخش دیگه هم چیزی که ما باید مد نظر داشته باشیم، ببینید، این صحبت هایی بود که پارسال هم قبل از اینکه تصویب بشه این مسائل مطرح میشد. درسته. این هستش که ورود زنان، این رو مجامع بین المللی از وزارت ورزش ایران خواستن، این زنان تعریف نشده است برای جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی شایعه هایی که در حاشیه بود مطرح می شد که جمهوری اسلامی بعید نیست که زنان ارگان های دولتی خودش رو به استادیوم های ورزشی سرازیر بکنه، امکان این بودش که تنها زنان خبرنگار و بخشی از افراد فامیل و خانواده های ورزشکارانی که مسابقه دارن رو به اصطلاح به ورزشگاه ها راه بده. یعنی ببینیم تمام اینا شکلایی هستش که ما باید منتظر باشیم و با مصوباتی که یا این آیین‌نامه‌ای که بیرون میاد بعد بر اساس اون دوباره حرکت بکنیم. ولی همونطور که دکتر صفایی اشاره کردن، خوب هستش که ما دنبال بکنیم و از پای ننشینیم و بدونیم که فعالیت های مدنی حتما پاسخگو خواهد. بسیار ممنونم خانم صفایی. آقای روحانی رئیس جمهور ایران چند روز گذشته در یه همایش زنان که برگزار شد اعلام کرد که ما باید حقوق 50% جامعه که زنان هستن رو بهشون بدیم و در
کمپین های انتخاباتی هم یه همچین قول و قرارهایی گذاشتن که اصناف میتونن برن فعالیت خودشون رو داشته باشن، NGO ها. خب 50% جمعی که زنان هستن میخوام در ورزشگاه آزادانه حضور داشته باشن و هیچ مسئله و هیچ مشکلی هم نیست، قاعدتا تو همه جا دنیا این اتفاق میفته. ما از شما واسه موقعی که رئیس یه دولت میاد میگه باید حق 50% رو بهشون بدیم، چرا مخالفت رو در خود همین مجموعه دولت هم انجام میشه؟ ببینید، من اصلا اصولا معتقدم که روحانی با یک سری شعارهایی بالا اومد، ولی پس از اون الان بیش از نیمی از دوران ریاست جمهوریش گذشته، ولی در عمل وضعیت زنها به صورت بسیار وحشتناک و روزافزونی به قهقرا داره میره. یعنی تمام این دو سال و نیمی که این دولت روحانی وجود داشته، میزان بیکار شدن زنها از زنها رو اگر مقایسه کنیم با تمام دورانهای قبلی، به حالت بسیار سرسام‌آوری این آمارها رو من رو صفحه هام میذارم. من خودم نگاه میکنم اینم واقعا دولتی زن ستیزتر از این دولت آخر ما نداشتیم، در حالی که با شعار دیگه بالا آمد. درسته. من تصور میکنم دل بستن به این که این دولت بیاد ما رو کار ما رو را بندازه یا اون دولت بیاد ما رو کمی را بندازه اصلا جایز نیست. یعنی ما باید دستمون رو بذاریم روی زانوهای خودمون و فقط به عنوان یک شهروند حقوق خودمون رو مطالبه کنیم. عملا نشون داده شده که درست همونی که شعارهایی داد برای آزادی زنان، اشتغال زنان، عملا بدترین کارا رو در جامعه با زنها در دوران دولت ایشون اتفاق افتاد و ایشون همه جا سکوت کردن. مثلا همین والیبال، ما تا دو سال قبل، تا قبل از دوران ریاست جمهوری روحانی میرفتیم ورزشگاه های والیبال و حدود 60-70% جمعیت تماشاگران رو بانوان تشکیل میدادن، اما درست بعد از اینکه ایشون اومدند در حقیقت این رو طی یک بیانیه از ما گرفتن. اینا قانون هم نیست، موظف به اجراش هم نیستیم، اعتراض کردیم و همچنان زنان دارن اعتراض میکنن و به نتیجه خواهد رسید. اصلا نباید به حرف ها، به نوعی گفتار درمانی هایی که ایشون سعی میکنن انجام بدن توجه کرد. ما زمانی که کاری از ایشون ببینیم میتونیم تازه بگیم که به قول ها و وعده هایی که دادند و انجام نشدن داره عمل میشه. که البته من هیچ وقت تصورم این نیست که هیچ دولتی، چون سیستم و پایه‌های سیستم بر اساس زن ستیزی بنا شده، هیچ دولتی نمیتونه خارج از این سیستم حرکت کنه و انتظار از دولت‌های گوناگون داشتن هم یک چیز بیهوده است. باید خودمون به خودمون متکی باشیم. بسیار ممنونم. بینندگان عزیز، عجبا داریم بحث و گفتگو می‌کنیم درباره حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران. اون 50% که در جمعیت ایران حق اصولی دارن و باید هم حقشون رو داد در ورزش، در مسائل صنفی، در حالا اجتماع یا اقتصاد، داریم بحث رو گفتگو میکنیم با دوتا کارشناس خوب برنامه، خانم دریا صفایی در بروکسل بلژیک و تونیا ولی‌اوغری در سان فرانسیسکو امریکا. من از هر دو مهمان گرامی تقاضا دارم که در هفته بعد هم خدمتشون باشیم، چون این بحث بسیار گسترده است و باید بهش پرداخت. خانم صفایی، خیلی کوتاه میخواستم ازتون بپرسم، در ورزشگاه فرند استکهلم واقعا یه جعبه بسیار خوب، خصوصا زنان که اونجا طوری تشویق کردن، طوری عالی کار کردن، با حالا با کمپینی که شما درست کردید که زلاتان ابراهیموویچ کاپیتان تیم ملی سوئد اصلا گفتش که ما مهمان بودیم در ورزشگاه، یه خود از اون جعبه که در ورزشگاه فرند استکهلم صحبت بفرمایید. در حقیقت جعبه استکهلم واقعا زیبا بود. یعنی من دوست داشتم خیلی ها میتونستن اینو خودشون تجربه کنن و با چشماشون ببینن چقدر زیبا این زنها و مردها در رساندن این پیام فعال بودند که زنهای ما نمیتونن به ورزشگاه برند و در اینی که پشت درهای بسته ساعتها میستن و خواستار اونن، ما اینجا یاد اونا هستیم. مخالفت با جمهوری اسلامی اونجا به انواع مختلف نشون داده میشد. پرچم زیبای بسیار بزرگی از شیر و خورشید تهیه کرده بودند که واقعا این روی دست مردم همینطور میرفت. حقیقتا پوشیدن این جلیقه‌ها و تنپوش‌هایی که من درست کرده بودم، که میگم متاسفانه به علت اینکه بودجه رو خودم تهیه کرده بودم بیش از 2000 تا نتونستم تهیه کنم، ولی اگر 5000 تا بود به سادگی بین مردم تقسیم میشد. سوئدی‌ها استقبالی که میکردن، ایرانی‌ها استقبالی که میکردن، کمکی که در توزیع این تنپوش‌ها میکردن، عکسایی که با این تنپوش‌ها میگرفتن دیگه توی روزنامه‌ها هممون
دیدیم بسیار بسیار جو زیبایی بود، همبستگی بود بین هممیهنانمون و همه پشت هم از حقوق زنها، از کشورشون دفاع میکردن و واقعا نماینده برگزیده‌ای بودند. واقعا من افتخار میکنم که هممیهنان این چنین داشتم. بسیار ممنونم خانم ولی‌قولی، تو لحظات پایانی هستیم. این تصاویر و این عکس هایی که بالاخره مقامات جمهوری اسلامی هم میبینن در استکهلم، در جاهای دیگه، در والیبال که در لهستان بود، خیلی اتفاقای دیگه، یا بالاخره فدراسیون های جهانی هم که ملزم میکنن که زنان در ورزشگاه باید بیان آزادانه حضور داشته باشن، چه چاره واسه نظام باقی میگذاره از دیدگاه شما؟ به نظر من ما مسئول این بخش از قضیه نیستیم، این مسئولش خود مسئولین رژیم هستن و میشه در گیومه اصلاح طلبان رو مطرح کرد که آنهایی که فکر میکنن که این رژیم اصلاح طلب هستش و میشه بهش فشار آورد و یک امتیازهایی ازش گرفت، اینها باید فکر بکنن که چه راه حلی است. ولی چیزی که هست، همونطور که خانم دکتر صفایی هم اشاره کردن، ببینید فعالیت‌های مدنی در ایران و به خصوص زنان، با اینکه تشکل ویژه‌ای ندارن زنان، ولی خواسته هاشون چون از وجود، از درون زندگی فرد فرد این افراد میاد و برمیخیزه، خواسته قلبی تک تکه. درست. و جلوی خواسته نیمی از مردم این جامعه نمیتونن بایستن. این یک بچه قضیه است، بچه انسانی قضیه است و نیرو و پتانسیل انسانی که از درون کشور داره بلند میشه. از بیرون هم به قضیه نگاه کنیم، مراجع قضایی و حقوقی که پشت فدراسیون‌های ورزشی جهان هستن. ببینید فدراسیون‌های ورزشی اینجا خیلی خیلی نقش دارن. این امضای 190 نفر ممکنه به تعداد 190 نفر با یک جمعیت میلیونی یک کشور قابل مقایسه نباشه، ولی همین که این تفکر و این خبر به درون افکار عمومی خارج از کشور برده میشه، این بخش و وزن خیلی خیلی محکمی داره. همین حرکت آخری که در استادیوم استکهلم برگزار شد، این نشون داد که شما چند میلیون دیگه مردم رو اطلاع رسانی بهشون کردی و این قضاوت مردم نسبت به دولت جمهوری اسلامی هست و دولت آقای روحانی اگر بخواد مطرح بکنه خودش رو، اگر بخواد فردا، اگر از حتی بخش سیاسی رو در نظر بگیریم، اگر اینها در این هستن که تحریما برداشته بشه و بخوان بازاریابی کنن، ببینیم تحریم اگر میگن کمر این دولت رو شکسته یا حکومت پایه‌های ضعیف شده، باید بازاریابی بکنن و ورزش و افکار عمومی مردم در اروپا، آمریکا و خارج از ایران بخشی هستش که باید ذهنیت خوبی از ایران داشته باشه. و وقتی که یک شهروند دنیا وقتی به این قضیه فکر میکنه که چطور ممکنه که نیمی از جامعه ایران حق شرکت و حتی تماشای یک بازی ورزشی رو نداره، و برای سوال پیش میاد. اینا اون بچی هستش که فشار خودش رو مستقیم و غیر مستقیم به رژیم میاره و این اون بخشی هستش که بخش مثبت برای ما هستش. بسیار ممنونم از خانم ولی‌اغلی و خانم صفایی، بحث بسیار خوبی بود. من از هر دو کارشناس عزیز و محترم در برنامه تقاضا میکنم که هفته دیگه هم در برنامه حضور داشته باشن. خانم صفایی، خیلی کوتاه می‌خواستم، شما تو اون 190 نفره که نامه نوشتن با استبلاتر بودید یا نه؟ ببخشید من متوجه نشدم. اون 190 نفره که نامه به استبلاتر نوشتن و تقاضا کردن و جدی هم خواسته هاشون رو فرستادن برای استبلاتر، شما حضور داشتید تو اون 190 نفر یا نه؟ بله، من حقیقتا نامه توسط من و توسط دریاجان نوشته شده. من این نامه رو تهیه کردم با کمک وکیلم. درسته. وکیل در بلژیک دارم که خیلی وکیل سرشناسی در کارهای ورزشی، و این نامه رو ترجمه کردم به زبان پارسی و در اختیار کنشگران و فعالین سیاسی قرار دادیم و به این شکل تنظیم شد. فرستنده نامه من خود من هستم، در حقیقت با آدرس من فرستاده شده. اصلا اگه قرار باشه سالن‌ها و ورزشگاه‌های ایرانی زنان بیان و آزادانه اونجا حضور داشته باشن، مطمئناً به نوعی مدیون شما هم هستن با این وضعیت دی. امیدوارم روزی بانوان بتونن برن به ورزشگاه‌ها. ما هممون در کنار هم این کارا رو انجام دادیم. درسته.
ایده هایی که من توی این راه گذاشتم فقط از عشقی که به مردمم داشتم و از این زنهایی که می دیدم این گونه پشت درها میمونن، اونا بودن که در حقیقت زحمت ها رو کشیدن. اینا فقط یه سری ایده بوده که پیش زحمت هایی که در داخل ایران داره کشیده میشه واقعا کمکیه به این زنهایی که اینقدر واقعا محکم وایستادن و خواسته های خودشون رو بیان میکنن. من افتخار اینو دارم که در کنار همه بانوان عزیز کشورم بودم و از این بابت خوشحالم. بسیار ممنونم. منم از طرف خودم و تمامی همکارانم و اون 50% دیگه که بالاخره مردان ورزشگاه یا مردان ایران هستن صمیمانه از شما تشکر میکنم، چون واقعا حضور زنان در ورزشگاه میتونه کمک کنه به پیشرفت ورزش و مطمئنن هم به همین ترتیب. خانم صفایی خانم، خواستم از شما خواهش بکنم که شما کمپین هم زیاد تشکیل بدید، دوستای دیگه ورزشکارا بیارید در برنامه حضور داشته باشن. بالاخره زنان باید حق خودشونو بگیرن و بالاخره این دوربین و این آنتن و ایران فردایی که این فرصت فراهم کرده دنبال یه همچین دوستان و قهرمانی مثل شما و تونی ولی‌قولی هستن که در برنامه حضور داشته باشن. اگه امکانش هست دوستان رو سرارزی کنید در برنامه سود و بالاخره این کمپین زنان رو هم در همین تلویزیون تشکیل بده. حتما میگم کمپینی که من تشکیل دادم در حقیقت خیلی به صورت خودجوش تابستون گذشته با فعالیت‌های من تو ایتالیا و لهستان شروع شد و الان میگم خوشحالم از اینکه متعلق به همه است. حتما در کنار شما هم خواهم بود. بسیار ممنونم. پس هفته دیگه خدمت هر دو عزیز و کارشناس محترم هستیم. اگه صحبت نمونده من با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم در برنامه‌تون بودم. بسیار ممنونم که حضور داشتید و زحمت کردید و زحمت قبول زحمت فرمودید و این وقت فراهم شد که ما در خدمت شما. تونیا جان اگه صحبت نمونده من با شما خداحافظی میکنم. نه من هم حرفی ندارم. بینندگان عزیز خانم صفایی، خواهش میکنم همچنین از شما عزیزم. بینندگان عزیز و ارجمند، بحث مفصلی درباره ورزش زنان و حضور زنان در ورزشگاه ها شد. واقعا جای کار زیاد داره. من این قول حتما به بینندگان عزیز و ارجمند تونیا ولی‌اغلی و خانم صفایی میدم که مطمئنن ایران فردا و خصوصا بخش ورزشی که برنامه سوت هست این فرصت رو به زنان خواهد داد که در برنامه حضور داشته باشن و از این دریچه و از این دوربین صحبت بکنم با تمام دنیا با تمام مقامات ورزشی دنیا و بالاخره ما هم یه تلاشی بکنیم درباره ورزش زنان و بتونیم حق و حقوقشون رو دفاع کنیم. روز روزگار بر زنان ایران زمین خوش باد. بینندگان عزیز، اجازه بدید بریم بخش دوم اخبار ورزشی با هم ببینیم. حتما خدمتتون هستم.